معجزه از این بزرگتر که 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار آمریکا خرج کرده تو منطقه، امروز رفته بیرون. ما توی منطقه ایم، ما تو عراق و سوریه ایم. بشار اسد بلند میشه میاد اینجا رمز پیروزی مقاومت رو بگه. بعد چه اتفاقی تو مملکت ما افتاد؟ همون روز یه استعفایی که تمام اون اثر خبرگزاری پرون بود. چی شده؟ رئیس دفتر خود رئیس جمهور به ایشون خبر نداده. حالا که اینجوری قرقرقر تا روز قیامت، فرداش هم دوباره برگردی. اصلا آدم میگه خب چرا قهری بود که اینجوری برگردی؟ نه، ظاهرا فقط قرار بود همین خبر فاتحش خونده بشه. آقا جون برای شما بگم، حوزه وزارت خارجه این نیستش که دکمه سراستینه چیه. همزمان با سالگرد کشتار خوجالی، کشتار خوجالی چیه؟ ارمنستانیا در جنگ قره‌باغ نزدیک 1000 تا از شیعیان جمهوری آذربایجان به خاک و خون کشیدن، قره‌باغ گرفتن. همزمان با اون روز رئیس جمهور ارمنستان رو برداری بیاری ایران، بعد تو ورزشگاه آرارات برای ارامنه سخنرانی بذاره، بعد اون پشت بنر بخوره که قره‌باغ جزء لاینفک ارمنستان، که میلیون‌ها آذری خود ما رو تحریک قومیتی تجزیه کنی. این چه تدبیریه؟ اینو بعد وزارت خارجه انجام بود. بعد اتفاقاتی تو همین خوزستان بیفته که اعراب تحریک بشن برای تجزیه، بعد اتفاقاتی بیفته تو کردستان که کردا تحریک بشن برای تجزیه، بعد اتفاقاتی تو بلوچستان بیفته که بلوچ‌ها تحریک بشن برای تجزیه. اگه شما اینا رو اتفاقی میبینید، بنده میگم خیلی بدشانسی مگه اتفاقی. واقعا اینا انقدر جور همش علیم. اگه اتفاقیه چه باره یه بار به نفع ما نمیشه. نه منتها بحث برای سر چی؟ هیچی. آقای رشیدپور، آقای ظریف آورده، یا آقای ظریف دکمه سر و سینت میگن عقیقه. میگه آره، تو وزیر خارجه رو آورده اما مد لباس ازش سوال بکنی، بپرس بگو برجام چی شد قرار بود تحریما رو برداره. وزیر راه و مسکن بیاری مثلا بهش بگی آقا مدل موتون خیلی قشنگه ها، کجا میرید آقای آخوندی موها رو مثلا ردیف میکنید؟ میگه بابا مسکن ازش بپرس. بعد میگه آقا راستی های ظریف میگن انگلیسی هم خیلی قشنگ حرف میزنی، یه خورده انگلیسی حرف بزن حال کنی. چون آقای دکتر خیلی زیبا یه وزیر بهشون میگه من پدر و مادرم انگلیسی هم، شما بهتر از من انگلیسی صحبت میکنید. من میخوام این بخشش رو به زبان انگلیسی آقای دکتر با مردم جهان صحبت بکنن که نیاز به زیرنویس نداشته باشه. Well, it's very good to be with you and with your viewers. لباساتونو کی انتخاب میکنه؟ لباسامو خودم انتخاب میکنم. آقای دکتر ظریف هیچ وقت انگشتر نمیندازن، ولی به جای انگشتر تا حالا دقت کردید یک اتفاق ویژه‌ای در لباس ایشون هست؟ من از خودشون خواهش میکنم که این اتفاق رو به خاطر عید به بینندهامون توضیح بدن چیه. من خودم بهش میگم در واقع نزدیک شدن سنت مدرنیته، چون من هیچ وقت انگشتر نمیتونستم دستم کنم. حالا این دکمه سردست و از حالا یا سنگ عقیق یا سنگ فیروزه استفاده میکنم. چقدر خوب، این جز ویژگی های پوشش شماست و جذابه.